بریم سراغ فرهاد. سلام فرهاد جان. فرهاد میتی. سلام. سلام. هست صدای من؟ بله صدات هست. خوبید شما آقا بابک؟ مرسی. من دو سالی از شما رو تعقیب میکنم ولی اولین بار تونستم بیام بالا و خیلی خوشحالم از این بابت. من فکر میکنم یکی از بهترین برنامه‌ای که توی این اواخر بوده و خیلی هم نظرها رو به خودش جلب کرده برنامه شما بود با وریا، که واقعا هم برنامه جالبی بود و فکر کنم یکی از پربیننده ترین برنامه هاتونه. ولی چیزی که من میخوام اینجا اضافه کنم به اون برنامه، و میدونم که شما حتی اگه نتونید به فارسی توضیح بدید الان حرف منو خوب درک میکنید، ولی متاسفانه آقای وریا امیری یا اصلا توی باغش نیست یا اینکه مطالعه نکرده. خب من خیلی وقتا شنیدم شما برمیگردی به بچه‌ها میگی که این صفر تا صد نیست. خب من میخواستم درباره یه منطقی به اسم منطق فازی صحبت کنم و دوست داشتم که به بچه‌ها هم توی برنامه‌های آینده اگه شد یه موقعی باشه که بتونیم درباره این سیستم منطقی یکم بیشتر صحبت کنیم و بچه‌ها رو یکمی آگاه‌تر بکنیم، چون که به نظر من یکی از مهمترین مسائل نسل بشریته. انسان‌هایی که هزاران سال با منطق دو ارزشی ارسطویی زندگی کردن، از ریاضیات اول ابتدایی بگیر تا آخر دانشگاه، همه درگیر یه منطق سیاه سفید صفر و یک درست و غلط بودن و خیلی دانشمندها توی قرن بیستم، مخصوصا اگه دقت کنید قرن بیستم قرن فیلسوفان ریاضیدانه، خیلی ها سعی کردن که بر علیه این منطق سیاه و سفید یه انقلابی بکنن و بالاخره تونستن یه سیستم منطقی به اسم منطق فازی رو جایگزینش بکنن. فازی چی میشه به انگلیسی؟ هم فازیه F یا FYZZ فازی لوجیک. آه فازی لوجیک. آره. الان فازی یعنی مثلا خاکستری، یعنی چه میگم فازی؟ احسن. همون شما که همیشه میگی به بچه ها که چرا صفر تا صد فکر میکنی، درسته؟ یه فارسی آره. برایش ترجمه چی میشه؟ فازی نداری؟ منطق چند ارزشی میتونیم بگیم. بذاری من ترجمه فارسیش، خب به ادامه بدیم من ترجمه فارسیش بدم. ببینید یه سری اصطلاحات هستن که ترجمه نشدن و ما میتونیم همینطوری استفاده بکنیم یا بهش بگیم آقا منطق چند ارزشی. منطق فازی، اونم فارسیش هم همون بله. من خودم توی دانشگاه تبریز رشته ریاضی که درس میخوندم دو واحد اینو گذروندم. بله منطق فازی میگن بهش. خب این منطق فازی، خب الان خیلی موارد استفاده توی صنعت کنترل و هوش مصنوعی داره، ولی متاسفانه چون احساس میکنن یه کمی مطلب سنگینه و اینو نمیشه به مردم عادی توضیحش داد، صرف نظر میکنن از این کار و یا اصلا احساس میکنن که به ضرر خودشونه که بیان مردم رو آگاه بکنن. خب ولی به نظر من یه چیزیه که همه باید این مطالب رو بدونن. من فکر کنم یه اختلاف نظر دارم با شما. من فکر نکنم اینا رو کاربرد داشته باشه تو زندگی روزمره برای اکثریت اشخاص. من فکر کنم که یعنی مقدار زیادی تکنیکال میشه. بالاخره ما اگه میخوایم درباره سیاست صحبت بکنیم، درباره اخلاق و اینا بخوایم صحبت بکنیم، اگه میخوایم تو زندگی روزمرهمون بیایم اینجوری بیایم من درباره منطق فازی و اینا مثلا بیایم درباره محاسبات و اینا صحبت بکنیم، اینا بالاخره این الان
این منطقه فازی خیلی یه چیز خیلی ریاضیواری هست، خیلی پیچیده میشه. خب اگه بیس رو بدونیم که موضوع اصلا چی بوده و فلاسفه چی شد که به این مفاهیم رسیدن، میفهمید که نه اینطوری هم نیست. ببینید نگاه کنید این همچی اصلا من فکر کنم کسی مثلا اکثر این سیستما رو بخواید، شما بخواید این سیستما رو بیان استفاده بکنید که مثلا بیان تعیین بکنید که مثلا حالا گوشتخاری خوبه یا گیاهخواری. من به نظرم اون بهترین کاربردی که بهترین چیز برای اینکه مردم یه مقدار منطقی تر فکر کنن همون مغلطه هاست، آشنایی با مغلطه ها فکر کنم تو زندگی روزمره کاربرد بیشتری داره برای اینکه مردم منطقه. اما آرمین دقیقاً از همین منطق، حالا من داشتم خودم سرچ می‌کردم دیدم از همین منطق فازی استفاده کردن در تبیین مفاهیم اخلاقی قرآن. نه خب احتمالاً کسانی که واقعاً مطلب رو نمی‌گیرن و فقط یه اسمی ازش میشنون و سعی میکنن با یه شبه علم به همه چی دست پیدا کنن، با فیزیک کوانتوم هم میان قرآن رو تفسیر میکنن. این یه داستان دیگه است. ولی من میخوام بگم که چرا این منطق فازی برای ما مهمه. خب برای ما چرا این فن منطق فازی مهمه و همه بچه ها باید بدونن. من فقط یه مثال بزنم که این آقایونی که اون بالا نشستن و احساس خطر میکنند. خب من با یک چند تا از دوستان خودمون مثال ها، نمیخوام بگم همه جا این طوریه ولی توی ایران این چیزها دیده میشه، نمیخوام بگم که کلن همین طوریه. طرف استاد دانشگاهه، خب میاد به جای این که این درس فازی رو به بچه ها خوب یاد بده میگه خب آقا شما آخر ترم چند تا حدیث حفظ کنید بیایید به من بگید من نمره شما رو میدم. یعنی میخوام بگم که واقعا احساس خطر میکنند. ولی من با این حال فکر نمیکنم مثلا کسی که رشتهش مثلا منطق نیست باید تو کدوم کلاسی همچین منطق فازی رو یاد بگیره. من فکر نمیکنم من به نظرم همون بهتره اگه کسی وقت داره که این بخواد یه مقدار منطقی. خیلی کار راحتی هم هست به نظر من. لیست مغلطه ها انقدر کوتاه‌تره، اطلاعات قبلی براش وجود احتیاج نداره. ببین مثلا منطقه فازی رو اگه شما بخواید یاد بگیرین یه سری چیز قبلش باید بدونین، این کل پیچیده است. بعدم تازه یادش هم بگیرین بتونین، اگه بتونن کاربرد رو برای شما داشته باشه توضیحش برای بقیه بسیار سخت میشه. اونا هم تازه باید بیان به سطح شما برسن که شما بتونین بیان براش توضیح بده که چجوری به این نتیجه رسیدین. من فکر نمی‌کنم، واقعا فکر نمی‌کنم کاربرد برای اکثریت همچین کاربردی داشته باشه. اگه مغلطه‌ها رو نگاه ببین، مغلطه‌ها رو تازه همش هم کسی لازم نیست یاد بگیره. مثلا ما مغلطه 300 تا مغلطه داریم، 10 تا مغلطه اصلی رو مردم یه موقع یاد بگیرن. اسم مغلطه ها تازه اسمش هم لازم نیست کسی حفظ بکنه، ببینن که مثلا همون چند بار هم نگاه بکنن که چجوری مثلا یه چیزی مثلا یه استدلال چجوری میتونه غلط باشه بر اساس مغلطه، به خودی خود یاد میگیرن که مثلا بشناسن که مثلا چه روش های صحبت کردنی، چه روش های استدلالی بهتره، چه روش های استدلالی غلطه. به نظر من اون واقعا برداشت شما از اون سرمایه، از اون وقتی که میذاریم برای یاد گرفتن مغلطه ها بسیار بالاتر خواهد بود نسبت به همچین چیزی. خب ببینید، اجازه دارم من یه جمله بگم؟ بفرمایید. من نگفتم که لازم نیست این مغلطه ها رو یاد بگیریم، خب ولی بحث منطق فازی اینه که خیلی از عبارت ها و اصطلاحاتی که ما در مسائل اجتماعیمون استفاده می کنیم یه سری مفاهیم پیچیده‌ای هستند که ما نمی تونیم اینها رو بیاریم با اون منطق دو ارزشی بسته‌بندی کنیم، کاتگوریزشون رو بکنیم. متوجه می شید؟ مفاهیمی مثل دوستی، مثل دین، مثل خدا و خیلی از مفاهیمی که توی فلسفه انسان‌ها تو جامعه باشون ارتباط دارن و دنبال سوال براشون میگردن، شما نمیتونید با یک جواب آره یا نه به اینها جواب بدید، چون اینها تعریفشون یه طوری هست که اینها
اینطوری ساده نمیتونید شما بیانش بکنید. من شاید نتونم الان منظورم رو برسونم. خب شما اصلا مثلا یه مثال خیلی ساده بزنم، شما میگید که این نکته آخر اگه میشه زود بگین که به بقیه هم برسیم. نه دو دقیقه. شما الان میخواید بگید که آیا بابک دوست من هست یا نه. خب آیا برای این سوال یه جواب آری یا نه دارید؟ به طور منطقی نه، ولی تو زندگی روزمره آره. جوری که ما توی زندگی روزمره شما چطوری اینو جواب میدید؟ میگیم آره حتما. خب یعنی مثلا ما مجبوریم تو زندگی روزمره، مجبوریم یه مقدار خیلی مجبوریم بعضی چیزها رو که سیاسفیدی رفتار بکنیم، یعنی چیزایی که مگر اینکه یه چیزی مثلا خیلی اهمیت داشته باشه که یه مقدار دقت روش لازم تره. مثلا اگه کسی از من بپرسه که مثلا فلان رستوران خوبه یا بد، خوب بود یا بد بود، یه اون موقع من نمیام گیر بدم که چرا سیاسفیدی دارین فکر میکنید تعریف شما از خوب چیه. میگم درجات ببینید. اون موقع من میگم نه رستوران بد یا خوبیه دیگه، اون حساسیت دیگه اون موقع اینقدر نشون نمیدم. سیاسفید یه مقدار سیاسفیدتر اشکال نداره اونجا فکر. خب ببینید مشکل ما اینه که میخوایم درباره یه سری از این مسائل خب توی زمینه فلسفه و جامعه شناسی صحبت بکنیم، درسته؟ و این مفاهیمی که اینطوری مطلق نیستند رو توی مباحث علمی خودمون مطرح بکنیم و یه جوابهای قانع کننده براش بگیریم. اینجاست که این منطق چند ارزشی یا اون منطق فازی به درد ما میخوره، شکل بندی منطقی به درد ما میخوره. خب بله اونجا، ولی برای اکثریت ماها، برای اکثریت کسایی که دارن سعی میکنن که تصمیم میگیرن برای زندگیشون یه سیستم اخلاقی خوبی داشته باشن، بتونن رو سیاست نظری داشته باشن، برای این اشخاصی همچین کاربری نداره. حالا ممکنه مثلا تو دانشگاه مثلا ممکنه سیاست مداران اونا بخوام بیان، برای اونا شاید کاربردی مثلا کاربرد داشته باشه، ولی فکر کنم برای اکثریت اشخاص بهتره که یه مقدار هزینهش نسبت به سودش بیشتره. ما اگه بتونیم این منطقی رو که بهتر کار میکنه و بهتر جواب میده یواش یواش جایگزین این منطق قدیمی و کهنه بکنیم، چه ایرادی داره؟ من که نگفتم از امروز بیایم همه رو چاقو بذاریم گردنش که تو باید اینطوری فکر بکنی. موضوع من اینه که شما باید چیزی رو معرفی بکنین که شانس رواج داشته باشه. خب شما ببینید، ما الان حتی نمیتونیم مردم قانع بکنیم که فرگشت چیز واقعی، چیزی که الان تمام دنیا اینقدر به طور قطعی ثابت کرده ما هنوز اینجاش گیریم. الان نصف آمریکا فکر میکنه که دنیا 6000 سال بیشتر، تمام جهان 6000 سال بیشتر عمر نداره. خب شما میخوام بیان برشون توجیه بکنیم اینو رواج بدین. یعنی من به نظرم باید یه مقدار محدودیت انسان ها رو ببین، انسان هم تازه کار دارن، بعد شغل دارن، بچه دارن. بیان بشینن من فرمولای ریاضی این فازیلوجیک رو یاد بگیرن، اینو بچهشون بذارن کنار، اینو یاد بگیرن که ببینن حالا سیگاری باشن یا سیگاری نباشن. یعنی من نمیدونم واقعا، به نظرم امید به که میگین چه اشکالی داره، من میگم خب اشکالش اینه که دارین وقتتون رو میذارین روی چیزی که شانس موفقیتش از این چیزی که من دارم پیشنهاد میکنم کمتره. اپورتونیتی کاست داره، من اپورتونیتی کاست به فارسی چی میشه؟ یه چیزی حتی اگه سودم داشته باشه، اگه با هزینه این بیاد که فرصت اینو از ما بگیره که یه چیز دیگه رو جاش تبلیغ بکنیم، بالاخره ما زمان محدوده. خب اینجوری میگه آ جفتش خوبه پس جفتش انجام بدیم. نه، شما هر موقع یه کاری دارین انجام میدین داره با این هزینه میاد که یه کار دیگر انجام نمیدید. خب یعنی سودش کافی نیست، باید ببینیم که باید ببینیم چه چیز دیگه میتونه جاش بیاد، و چون شانس موفقیت یه سیستم دیگه بهتره بود که این کار اصلا انجام نمیدادیم. به نظر من opportunity cost میدونیم به فارسی چی میشه؟ من اومد داشته باشه منظورم رو میفهمین؟ آره من منظور شما رو فهمیدم، ولی خب اونم چیزی هست به اسم rational ignorance میشه نادانی منطقی. خب نادانی منطقی
نادانی هست که ما یک وقتی که شما وقت نمیذارین یه چیزی رو یاد بگیرین به خاطر اینکه هزینه وقتی که دارین برای دانستن اون چیز میذارین از سودش بیشتره، خب، و این برای همین نادان میمونید و این منطقیه که نادان بمونید، برای اینکه همون وقت رو میتونستین بذارین برای یه چیزی کاملا موثرتر. و برای همین من اگه یه کسی تصمیم بگیره یه چیزی رو یاد نگیره به نظر من خیلی منطقیه که تصمیم گرفتن یه چیزی. یه چیز دیگه میگم، زمان، وقت یه چیز خیلی لاکچریه. خیلی از کسایی ما که وقت داریم مثلا مطالعه کنیم بخونیم و اینا نمیدونیم که چقدر مثلا پریویلیج داریم که میتونیم یه همچین کاری رو بکنیم. مردم وقتشون اونقدر زیاد نیست، همون وقتی که دارن میذارن که یاد بگیرن یه چیزی باید واقعا در یک جهتی باشه که بیشترین برداشت بکنم با کمترین وقت. آرمین دیکیو هم اونجا پرسیده، ببین گذاشتم تو، میگه آرمین جان منطق فازی تا چند اندازه در جواب بدن به این سوال مهم و بنیادی که فلان چیز آسیب میرسونه یا نه تاثیر داره؟ من نمیدونم، من از فرهاد بیشتر آشنایی داره، از فرهاد بپرسیم. فرهاد ببینید، ما وقتی میخوایم بیایم یه بحثی رو از منطق فازی بررسی بکنیم، خب مثلا همین بحث آسیب رسانی، خب ما میایم یک عبارتی رو به پارامترهاش نگاه میکنیم و تاثیر پارامترهای مختلفش به اون مسئله و نمیایم بگیم که آقا این حالا 100% آسیب میرسونه یا 100% آسیب نمیرسونه، چون ما وقتی این جواب رو میدیم در اصل داریم با منطق دو ارزشی برخورد میکنیم. ما میایم یه دامنه جواب تعیین میکنیم، خب بعد توی این دامنه جواب ما میگیم که آقا این بحث مثلا برای این افراد 20% مثلا آسیب داره و 80% آسیب نداره. خیلی به ندرت یه مسائلی پیش میاد که با این فرمول دوباره با اون منطق فازی 0-1 جواب میده، خب، ولی خیلی از مسائلی که اینطوری برای ما مطلق نیستند، مفاهیم مطلقی نیستند، در اونجا به جای اینکه یه جواب 0-1 بده یه مقداری به شما یه درصدی از اون چیز رو میده جواب. یه سوال شاید خوب باشه که فقط یک آشنایی سطحی مردم به این داشته باشن. بله، من همین رو گفتم. آها، من همین رو گفتم که بچه ها خب همینجا ما الان در که فقط فقط برای اینکه آشنایی پیدا بکنن با اینکه همه چی صفر و صد نیست، نه اینکه از این استفاده بکنن. دقیقا همون کلمه که شما میگید همه چی صفر و صد نیست، من خواستم اینجا بچه های کم بیشتر آگاهی پیدا بکنن که این حرفی که شما میزنید یه حرف کاملا علمیه و حتی یه سیستمی به اسم سیستم فازی براش دانشمندها درست کردن و توی مسائل سطح بالا واقعا میتونیم ما مسائل اجتماعی و سیاسی خودمون رو با استفاده از این فرمول فازی فرمول بندی بکنیم و جوابهای علمی براش پیدا بکنیم. آها، اوکی. نه حق با شماست، من اشتباه، نه چون شما راست میگین، اگه لازم نیست مثلا خودتون یاد بگیرین که چجوری از این منطق استفاده بکنین، فقط یه خلاصه ای ازش بخونین که چه سیستمی هست، ممکنه مردم موثر باشه که نشون بدن که همه چی سیاسفید نیست. ببینید خیلی مثال کوچیکش این که وریای عزیز من که خیلی هم من بهش علاقه دارم گیر نمی کنه توی این که آیا این الان حقیقت داره یا نه، چون حتی خودش هم نتونسته این مفهوم حقیقت رو تعریف بکنه و خودش هم میگه چرا من اینجا توی مفهوم حقیقت همیشه گیر می کنم. درسته وریا؟ البته کارش درسته، من نمیدونم چرا. من ببین من نگفتم کارش درست نیست، ولی میگم یه جاهایی چون توی این منطقه دو ارزشی گیر میکنه نمیتونه خوب توضیح بده. خب این که خوب نمیتونیم توضیح بدیم، من از همه بیشتر مشکل دارم سر این. نه خب یه سری مسائل شما یه سری دنبال مسائل ترجمه‌ای میگیر میفتی که مثلا من مدت ایران نبودم الان فارسی این چی میشه، خب اون فرق میکنه با این. خب شما نمیگفتی که آقا بیا مثلا فازی فش کن منطقت فازی باشه، ولی همیشه میگفتی که آقا این 0-100 نیست. درسته؟ با یه اصطلاحی به هر حال مفهوم خودتو میرسونی. مرسی، من فقط
دوست دارم که میخوام وریا بالاخره قدرش هم اینجا خیلی میدونی. من خودم یکی از طرفداران پروپاگورسشم و توی یوتیوب و کلاب هاوس هم دنبالش میکنم، هم شما رو جمهوری بیخودایان و هم وریا امیری و هم بقیه بچه هایی که واقعا توی مسیر روشنفکری قدم برمیدارن. یه سوال، حالا کسی اگه بخواد از فازیلوجی یه ذره یاد بگیره، پیشنهادی دارین که چجوری یاد بگیره؟ ببینید، من اون زمان که توی ایران بودم کتاب‌های زیادی ترجمه شده بود درباره منطق فازی. من متاسفانه الان دسترسی به اون کتابا ندارم، من الان از ایران خارج شدم تقریبا. خب من فکر کنم ویکی‌پدیا همین یه پاراگراف همین ویکی‌پدیاشو بخونید تا ویکی‌پدیا هست خوندم. خب اومده بیشتر الان دقیقاً شما همین کاری که باز کردید، صفحه رو که باز کردید، اومده یه اول یه توضیح مختصری داده، بعد شروع کرده اینطوری این جداول رو کشیدن و اینا، همه توی نگاه اول ازش وحشت میکنن. خب نه، پایین نرید، همون پاراگراف اولش، خلاصه اولش رو بخون، هم کافیه. آره. یا اینکه یه راه دیگه هم وجود داره، آره یه چیز دیگه بگم، تو اصلا مغلطه داریم برای این که هم بشی صفر نیست. خب شما هم مغلطه ها هم یاد بگیرین. خب بهش میگم black and white fallacy. خب یعنی از اون روش هم میتونین یاد بگیرین که هم بشی صفر نیست با خوندن، با آشنایی با مغلطه ها. آره این هم روش خوبیه. ولی من خیلی خوشحال شدم که تونستم توی یه چند دقیقه که به من وقت دادید این فرصت رو داشته باشم که به بچه ها بگم آقا همه چی سیاه‌سفید نیست. ممنون از همه شما، متشکرم. بازم بیشتر ببینیمت اینجا فراد عزیز. من اگه شما میدونید یه وقتی یکی میاد آلمان چقدر درزگیری زبان داره اولش، من اکثر موقع توی مسیر کلاس که دارم میرم سر کلاس زبان، تو گوشی هدست گوش میکنم حرف شما رو، تو مسیر کتاب برسم سر کلاس. حالا هر موقع زمان داشتی بیشتر من سعی میکنم بیشتر، من هستم همیشه با شما، ولی بالا آمادن رو سعی میکنم بیشتر باشم. مرسی، ممنونم، زنده باشید. بدرود. ممنون. بله.